آقای کمال کامیابینی، حالتون چطوره؟ مرسی، منم سلام عرض بکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و برنامه خوب فرمول یک. قربون شما برم. ما دفعه اول با هم گفتگو می‌کنیم. بله. قبلنا مثلا فقط رفاقت و اینها ها گفتگو با هم نکردیم. نه، یه سری هم پلی استیشن با هم زدیم و که باختی. یادم نیست ولی اسم ما محسن هم 9 تا گل به تو زد. آره من 3 تا خوردم، محسن بنگر 9 تا خورد. میگه یادم نیست، تا میگم 9 تا خورد. آره از شما یادم نیباختم ولی هم محسن یادم. از من یادتی؟ محسن خیلی خوب بازی میکنه. خیلی خوب بازی میکنه اصلا یه چیزی. بعد مثلا بایر مونیخ رو انتخاب میکنه. چرا باید با بایر مونیخ ما رو ببره؟ اتفاقا امروز هم زور پیشش بودم، میگفت فیفا 20 رو گرفتم، جدیده رو گرفته. خب تو فیفا یا پس؟ من خیلی کم بازی میکنم. حالا کلا فیفا یا پس؟ پس بازی میکنم. واقعا؟ جدی میگی؟ پس مال مثلا بچه های زیر 18 ساله دیگه. آخه من همون که اصلا دستگاه پلی‌استیشن گرفتم مثلا شاید 5-6 بار بازی کردم. تو خونه اصلا کمن نمیذاره بازی کنم. ای دکتر یعنی میاد دسته رو میگیره و اذیت میکنه. آره بعد حالا مثلا ما دعوتت کنیم یه خوره ببریم ازت، فیلم بگیریم منتشر کنیم تا شرایط فرق کنه. کت چطور اوضاعش؟ خدا رو شکر خیلی خوبه، عالی، همه چیزم طبق روال جلو رفته و هم دکتر جراح هم راضیه هم فیزیوتراپ. خب شکر خدا. میگن کمال کامیابینی ها دیر عمل کرده، فاصله بین لیگ تعطیل بود، میتونست کتفش عمل کنه. چرا شروع شد لیگ رفت عمل کرد؟ اون تایمی که خب ما یک ماه اولوش 2 هفته هم ترکیه و اردو داشتیم و 3 هفته هم تقریبا تهران تمرین کردیم. خدا رو شکر همه چی اوکی بود. تا قبل اونم تو 7-8 بازی آخرم من دستم خیلی خوب بود. حتی امارای اصلا مشکلی یعنی نداشتی؟ امارای و سی تی اسکن هم گرفته بودم، جوابا همه مثبت بود. با جراح هم که مشورت کرده بودم اونم نظرش این بود که فعلا عمل نکنیم. تا اینکه یه هفته مونده بود به شروع مسابقات لیگ، 2 بار پشت سر هم در رفت. هر سری هم که در میرفت باید میرفتم بیمارستان، بیهوشم میکردم، 5 دقیقه بعد جام مینداختن. دیگه بعد از اون امارای و سی تی اسکن گرفتم دیگه دکترم. سر چی در رفت؟ چی کار کردی تو تمرین؟ والا اول فصل بود که من اولین عملی که کرده بودم دکترم گفته بود تا 1 سال اصلا دستت نباید به عقب بیاد، یعنی اد دستی و از این کارا نباید کنی. من اولین بازی لیگ بازی با فولاد اومدم بازی رو زود شروع کنم، انقدر دستم دیگه خوب شده بود، مطمئن بودم و هیچ مشکلی نداشتم، اوتر رو انداختم دستم در رفت. عجب. یه سوال دیگه بپرسم قبل از اذان، چون میخوایم بعد از اذان کلی بازی کنیم و این حرفا. چقدر یه دقیقه وقته سید جلال چرا بازی نمیکنه؟ خب مثل اینکه یه مسئولیت مختصری داشت. نداره مسئولیت؟ نه الان که خوب شد. نه به هر حال خب تیم پرسپولیس تیمیه که همه جوره دوست دارن حاشیه بسازن واسش، ولی خب مثل اینکه کمال پشتنه به ما گفته مشکلی با کارلون داره، الان میگه نه 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 حرف زدن حرف زدن من نذارید. نگفتم باشه آقا کمال باشه، مدارکش موجوده اگه خواستید. آقا چرا حاشیه ایش؟ نه جدا مثل اینکه من خودم الان هلوش 1 ماه و نیم سر تمرین نرفتم، ولی اون چیزی که شنیدم مثل اینکه یه مسئولیت مختصری داشت، حالا مثل اینکه خوب شده خدا رو شد، ایشالله که بتونه برسه و به تیم کمک. ایشالله برگرده به تیم و ما هم لذت ببریم از حضورش. بیا میخوای یه بازی بکنیم از شما. یه سر تصویر الان روی نمایشگرمون میبینی، بعد شما جای توپ واقعیشو تعیین کن، بگو کدوم شماره توپ واقعیه. باشه؟ چشم. بعدش میخوام یه فیلم نشونت بدم که ژابی آلونسو، چون همپست شماست دیگه درسته؟ آره. در یک نقطه شما جای ژابی باشی چی کار میکنی؟ اونو با تست کنیم ببینیم چی کار میکنی. ببینیم بله کدوم توپ واقعیه. خب یک بله ببینیم استثنان درست گفت. صورت اون مدافع فهمیدی؟ آره. نه دروازه بان زجه میزد. خب بله بعدی عکس بعدی اینو نمیتونی بگی، از صورت هیچ کدوم هم نمیتونی متوجه شی. احساس میکنم احساست اشتباه است. دیدی یارو نظر نگفته؟ نه. 4 4 سه
صد درصد اشتباه. دیدی؟ دیدی اصلا توپ چرا با اونجا باشه؟ چون این بازیکن هد زده. دقت کن. شماره 14 هم آخه داره 4 رو می‌بینه. نگاه می‌کنه. بریم بعدی رو. بله این کدومه؟ کنم 5. من میگم 1. بعیدترین شکل ممکن. یک نمیتونه باشه اصلا ها. شما میگی 5 ببینیم. 2-1. ببینیم عکس بعدی. من آخه میدونم جواب رو اشتباهی میزنم که حال کنی. الان اینو بگو. 3. سلا ببینیم بالاخره. خدا یا نزدیک بود. همه شماره ها بغل هم خیلی سخت. سختیش همینه دیگه. بعدیو بله امپاوه. این گرونترین بازیکن جهان میشه به نظرم. تاریخ قیمت ها رو جابجا میکنیم بازیکن. خب سنش کمه، شاید سنش کمه، ولی خب بازیکن های جوان دیگه هم از سنان فاتیم اومده تو بارسلونا، اونم خیلی خوب. سانچو هم خیلی خوب. آه. من فکر میکنم این 3 باشه. 3 چون کات دادم. بابا الان عددت خوبه. 3-2 جلوی. خب اینم ببینیم. یک باشه. دیدی؟ نزدیک بود. تو همون حالت هست. بالاخره مهمه جاش. خیلی تاثیر. خوب گفتم. بله. فیلمه رو ببینیم. ببینیم شما به نظرتون اولا ژابی آلونسو چی کار میکنه؟ دوم این که دقیقا شما در نقطه ایشون قرار بگیرید چی کار میکنی؟ به کی پاس میدی؟ یعنی ببینیم تشخیص ها. الان فیلم اینه. بله اینجا آقای ژابی توپو گرفت. الان به کی پاس میدی؟ چی کار میکنی تو باشی؟ برای تصویر که اصلا مشخص نیست، ولی خب قاعدتا باید به اولین نفری که میبینه روبروش رو داره نگاه میکنه پاس بده. به این یعنی مثلا اون یکیه اون بازیکنی که پشت داوره؟ نه، چون روش به اون وره دیگه. روش به اون وره. آره. باش ببینیم که چی کار میکنه ژابی در ادامه به کی پاس میده. روش رو چرخون. داور دور زد. گل زد. میخواستم بگم خدا چون زیاد میندازه پشت گله. کلا تکنیکشه خیلی خوب میندازه. مثلا اینو ون رونی فوتبالاشون رو دقت کنی پشت گله خیلی گل زیاد زدن. خیلی آخه فاصله بود. منم خودم یه بازی با زوبا اینطور زدم، ولی خب خورد به تیر. تیرک. آره. شانس گلزنیشو نداشتی. اوضاع چجوری؟ برانکو برمیگرده یا چی؟ میگن خیلی درخواست میدن پرسپولیسیا برگرده. نه ولی خب این حاشیه هست اطراف تیم دیگه، ولی خب امیدوارم که از آقای کارلونون حمایت کنن. چون واقعا رزومه خیلی خوبی داره. یه ذره این مقایسه کردن سخت شده، چون نتیجه که آقای برانکو گرفته بود خب خیلی خوب بود، همه هوادارا از دست آقای برانکو راضی بودن. آره ولی خب مقایسه هم بخوای بکنی با 5 هفته اولی که برانکو اومده. بله اون 5 هفته اول 2 امتیاز شما گرفته بودین. سال اولی که نایب قهرمان شدیم با تفاضل گل 2 تا بازی مساوی کردیم، 4 تا بازی باختیم. خیلی شرایط بدی بود. من اولین سال بود اومده بودم پرسپولیس. بعد از هفته هفتم بود دیگه شروع کردیم به بردن و مساوی و بردن و مساوی، تا اینکه آخر فصل نایب قهرمان شدیم و تونستیم تو فصل‌های بعد روند خیلی خوبی رو طی کنیم و قهرمانی‌های خیلی خوبی که آره دیگه. بالاخره اینجا در کشور ما یه سری قوانین نانوشته حاکمه که ممکنه یه مربی خارجی اصلا ندونه باید چی کار کنه. بله باید خب هرچی زودتر خودش رو به شرایط بخفده. حالا امیدوارم که آقای کارلورون هم همین اتفاق واسش بیفته، چون واقعا مربی خیلی خوبیه، هم آدم خوبیه. همین که واقعا با بازیکن‌ها، یعنی من خودم باهاش صحبت می‌کردم حالا راجع به دستم یا اتفاقایی که افتاده بود، خیلی رو راست به حرفتو می‌زنه. حالا مثل مربیای دیگه نیستش که حالا بخواد اصطلاح رو بگم آره سیاد کنه بپیچونه. واقعا آدمیه که مثلا نصف آقای برانکو از صبح میاد باشگاه، یعنی شب میره. چون من واقعا دیدم، یعنی صبح تمرین میکردیم، ساعت 10 صبح تمرین بود، از 7:30 صبح با همکاراش مثلا مانه میچیده. خب این نشون میده که مثلا با این سن و سال
دوست داره که تیم نتیجه بگیره. درسته. بالاخره حالا سه تا بازی سختم بوده دیگه. موره خیلی بدی بود. باختام از تیمای بزرگی بوده. بله ولی خب تیمای مدعی بودن. بله. ولی خب امیدوارم که حالا خدا رو شکر هفته اول بود. یعنی جوریه که میشه جبران کرد. امیدوارم که بتونیم نیم فصل تیمای دیگر رو بگیم. فاصله آنچنانی هم نداریم. 5 امتیازه. چیزی غیر ممکن نیست و به هر حال ما بازیکنهای خیلی خوبی داریم. شما برگردی به تیم یه خورده تغییر میکنه به نظرم، چون احمد الان واقعا وسط تو که پستش نیست که بتونه جمع کنه، یعنی شما برمیگردی وسط رو جمع میکنی، بالاخره احمد هم یه خورده میاد جلوتر بازی میکنه ها. خب امیدوارم که هرچی زودتر خودم برسم بتونم کمک کنم. حالا تو این 5-6 هفته هم که تیم بازی کرد هفته به هفته بهتر شد. مثلا شما بازی همین بازی با پدیده اصلا حقمون باخت نبود، توی اتفاق دقیقه 83 گل خوردیم و فکر میکنم که حالا شرایط به گونه ای باشه که با این بازیکنایی که داریم ایشالله تا آخر فصل بتونیم یه امتیازهای خوبی بگیریم و دل هوادارانو شاد. و در مورد اینکه بالاخره سید جلال نیست، چون سید جلال غیر از اینکه حالا خودش ستونه و تو تیم کمک میکنه، تیمو جمع میکنه واقعا. واقعا همینطوره. بعضی از این یکی اون یکی داد میزنه، اون یکی حرف میزنه، میدونیم هم در شأن پرسپولیس نه هیچی، باید در شأن خودشون هم نیست که داد بزنن اصلا، میدونی با بازیکنام و طرفدارام ازشون نمیپذیرن که ای شما چرا باید داد بزنید. دقیقاً تو این چند ساله هم آقا سید هم حسین ماهینی خیلی کمک کردن به عنوان بزرگترهای تیم. یعنی تو این چند ساله که تیم ما نتیجه گرفت، من فکر میکنم که آقا سید، آقای باقری، اینا نقش به سزایی داشتن. چون همه بچه ها داخل زمین وقتی آقا سید هست دیگه حرف اونو میخونیم و یعنی قشنگ. آقا کریم هم ماشاءالله با جذبه و رفاقتی که با بچه ها داره همه بهش احترام میذاره. خیلی خوب تیمو جمع میکنم و فکر میکنم همه اینا دست به دست هم میده که خب یه تیم نتایج خیلی خوب بگیره. حالا امیدوارم که آقا سید هم مسئولیتش خوب بشه و حالا بتونه به تیم کمک کنه. باش، منم امیدوارم که مسئولیتش خوب بشه و همچنین مشکلاتشون حل بشه و به تیم کمک کنه. بد اخلاق ترین بازیکن تیممون کیه؟ تیم پرسپولیس کیه؟ بد اخلاق که نداریم، ولی شاید یه ذره خودم باشم تو زمین. تو زمین بد اخلاق ترینی؟ آره دیگه، چون اون وظایفی که بهم میدن دوست دارم به نحو احسن انجام بدم. با نمک ترین کیه؟ خب علی بیرانوند از شجاع است. علی بیرو با نمکترین. یه چیزی ببینیم راستی، یه بازی دیگه ببینیم با آقای کمال، بعد من این سوالا رو ادامه بدم. بازی این شکلیه که یه المان نشون میدیم میگیم مال کیه، مثلا یاد کی میفتیم. ببینیم. بله خوب. ایشون راحت ترینه دیگه، همه پرسپولیسی ها میدونن دیگه. آقای رضا شارودی هم گفتم، پاولو مالدینی. آره رضا مالدینی. رضا مالدینی، اینو من بهش رسوندم از چه در جریان باشی. بعدی ها ببینیم سخره آقا سید جلال. بله بله سید جلال. بعدی سخره ای هم هست. بله مورچه یه چی بود بچه؟ اتمی. ها مورچه اتمی. خب مورچه اتمی زیاد داشتیم، ولی خب این آخری ها تو تیم اون بازیکن جوان اون امیر تارخانی رو میگفتم، ولی تو جووینکور هم میگفتم. نه دیگه مورچه اتمی خارجیه؟ نه تو جیب جا میشه. ممکنه، نمیتونی بگی. ببینیم عکسشو. ببینیم عکسشو. کیه؟ رو عکس هم نمیتونه کیه؟ چرا با مهدی شیری؟ خب عکس بعدی بریم. شما بهش نمیگی مورچه اتمی؟ بعضی موقع ها میگی، روزای جمعه بهش میگی. خب مهندس آقای مسلمان. محسن. بله محسن مهندس. بله بعدی عقاب. خب آقای عابدزادن. آقای عابدزاده است. بله بعدی رو ببینیم. بله مترو. اگه اینو بتونی بگی من جایزت میدم. مترو. آره
پشت اشاره کردم آقای خلطبری. باریکلا باریکلا آقای خلطبری از بازیکن خوب مترو هستم. حالا چرا مترو؟ خلطبریش کجا بود؟ نه آقا یکی رو بگیره. آقای انصاری، محمد انصاری. آفرین به باریکلا، بقیه رو من پشت اشاره میکردم. آفرین به تو محمد جان، آفرین باریکلا. میدونی چرا بهش میگم مترو؟ بله. که چرا میگم؟ با مترو این برون برمیره، با اتوبوس دیگه این برون برمیره. آره میخواد یه ایسکاد هم در خونهشون بزنه با. بله. شرایط این شکل. بعدی رو داریم؟ آها بعدی خودشه. نه این رو راه نمایی نمی کنه. ببر یوسف علم یه آفری. سخت. خوب خیلی سخته، خیلی سخته. تو تیم خودمونه؟ محمد آقا پرو اون بر. نه تو تیم حریفه. من پا میشم میام جلو تا عکسش و عکس ببره رو دارم میبینم. ببین اون برو، ببین بهت برسونم. شجاع. آفرین باریکلا. این همه موشه استعداد و تقلب با خودت حمل نکن، یه بار اذیت میشی. این پلنگ ببر کجا بودی ازن؟ شجاع یل مازندرونه میگه. آره دیگه. اینم خودم هم دیگه. چت. عالی بود. آره بیشتری شوخی که باز میشه راجع به کتفته دیگه. همین الانم من میخواستم عکس بگیرم، دستش آورد پشت سر، گفتم دستت رو عقب برنگردون، کتفت الان در میره. کلی پرسپولیسی ها راجع به من میخوان صحبت کنم، میگه برنامه علیزی ها رفتم کتفم مصدوم شده از این حرفا. با اولین درآمدت چیکار کردین؟ کی بوده؟ خب اولین درآمدم پاس تهران بودم، اون پولو گرفتم، مستاجر بودیم، دادم به پدر مادرم پول پیش خونه همون. پول پیش خونه تو شد؟ چقدر بود؟ نولوش 3 میلیون. و اجاره هم میدادی؟ بله. کجا میشستین اون موقع؟ یافتابا. الان کجا میشینی؟ الان من خودم مرزدارا میشونم، ولی مادرم اینا هم یافتابا دارم. همون یافتابا؟ بله. مستجر صابخونه؟ الان خود شکر صابخونه هم، من خودم هم مادرم. شکر خود. قشنگترین کاری که امسال کردین؟ تیمی یا خود شخصی؟ خب کار قشنگ نکردم امسال، ایشالله در ادامه سال. نه خب کار قشنگ کردم، ولی گفتنی. گفتنی. کتاب مورد علاقه؟ کتاب خیلی کم میخونم. نمیخونی؟ دقیقا. خیلی کم یعنی نمیخونم کتاب. الان چی ذهنتو درگیر کرده همین الان؟ همین الان سوال بعدی زیاد چی؟ این کمن کجاست چیکار میکنه؟ کی؟ دخترم. آها خب بعد چیزی که اصلا نمیتونی تحمل کنی؟ بعد قولی و آنتاین بودن. اه منظم خیلی چیز رو اعصابی هستی؟ مسی یا رونالدو؟ رونالدو. چرا؟ از استایلش، تمرین کردنش بیشتر خوشم. آره چون واقعا رونالدو مسی که استعداد محضه، ولی رونالدو واقعا پشتکاره، یعنی اصلا یه چیز عجیبه. جدیدن هم فکر کنم یه کلیپش اومد بیرون، آخرین کلیپش که حالا نمیدونم دیدید یا نه، نشون داد که میرفت مثلا از خونهشون، پشت خونهشون یه ساندویجی بود، میرفت اونجا یه خانومه بوده بهش غذا میداده، یعنی شرط مالی خیلی خوبی نداشتن. یه این کوچولو هم مستند زندگیش بود، خیلی جالب. گوشیت کجاست؟ گوشیم بیرونه صحنه. خب گوشیشو اگه بشه بیاری من چند تا سوال در مورد گوشیت بپرسم. تو غذا همسرت یا مامانت؟ تو غذا خب هم دستپخت خانومم، خب هم مادرم، ولی بیشتر مادرم. مادر بیشتر مادرتون؟ یعنی دستپخت خانم تو دوست نداری؟ نه دوست دارم، ولی خب مادرم مشخصه، متوجه شد. بزرگترین ترست چیه؟ بزرگترین ترسم خیلی مهم، بزرگترین ترسم خب اتفاق خیلی بدی واسه خانه آدم میفته. و بعد اینکه الان عکس بک‌گراند گوشی چیه؟ کمنده. دختر تو میتونی به ما بگی آخرین عکس یا فیلمی که گرفتی چی بوده تو گوشی؟ مجاز باشه. آره
آخرین عکس از آخرین عکس هم یکی از دوستام از کربلا فرستاده. آها نشون بده به همین دوربین خب که شما رو یاد کرده. آخرین فیلم هم دقیق یادم نیست ولی اسم تو گوگل سرچ بکنی؟ کمنده. آها کمنده. فیلمشو میشه ببینیم؟ اشکال نداره. نمیدونم چی میگه. بخوای نبینیم. نه سری موسیقی هایی توش داشت به کار میبرد که حداقل ما مجبس بخشو نه. یه جا رو نگاه میکرد منم داشتم اگه فیلم میگرفتم ازش. داشت کارتون نگاه میکرد. سخت نیست تو یه دوره لباس پرسپولیس هم پوشیدم. تو یه دوره ای تیم ملی و پرسپولیس و به هر شکل بچت هم به دنیا آمده و بزرگ شدن بچت رو ندیدی؟ یعنی خیلی روزای سختی گذروندی ها؟ خب من تا 49 کمند شاید مثلا یه بار دیدمش. اونم رفتم 40 روزگیش. آره. خیلی سخت بود. به حال کسایی که با فوتبالیست ها زندگی میکنن واقعا خیلی سخته. چون شبا باید زود بخوابیم. همش اردویم. من یادم میاد رفتیم واسه بازی آسیایی بازی با کاشیما. از ژاپن که برگشتیم مستقیم دیگه رفتیم هتل. دیگه خونه هم نرفتیم. حتی خانومم کمند آورد من هتل دیدمش. آخه روزای سختی رو گذروندی دیگه. اینکه چه جور آدمی بشی میترسی؟ بدقول بشه. هم بدقول هم کسی که روم حساب نکنه. اگه مثلا ای بابا این کمالم اینطوری بشه. اینجوری دیگه. آره. اگه همین الان یه آدم فضایی بیاد جلوت بشینه چی میگی بهش؟ اولین جمله‌ای که بهش میگی؟ سوال آدم فضایی دیگه بگو. آدم فضایی بیاد میگم دستم رو خوب کنه. ها؟ میگم دستم رو خوب کنه زود برسم. باشه ولی من همش میگم برو اینجا چه زندگی نیم ما هم میخواییم بریم. قشنگ. بعد تو مدرسه درس خون بودی یا شیطون؟ شیطون بودم خیلی زیاد. تجدید و اینا؟ تجدید که اصلا زیاد مدرسه نمیرفتن خیلی کم. راستشو میگم کلا مدرسه نمیرفتی؟ خیلی کم میرفتم. همش یه دیپلم چجوری گرفتی اینو به بدی؟ نگرفتی؟ نگرفتم. مطمئنی؟ راستشو من بگو اشکال نداره. راستشو میگم من میرفتم تو یه جو تو خیابون فاطمی مدرسه بود میرفتم اونجا هفته یه بار سر میزدم یه گواهی تحصیلی میگرفتم میومدم در این همش برای گواهی تحصیلی بر کجا؟ سرباز نشم واسه باشگاه. یعنی چون من همش اردو میرفتم داره میگه. بعد چی شد؟ سربازی من خودم ازش میترسیدم دیگه. قانون سه برادری خورد به من خوشبختانه. قانونم هشت ماه بیشتر نبود و من مافی مو گرفت. من خودم میترسیدم سربازی. یه تایمی هم یه زمانی هم نرفتم واقعا. یه اجباری برام پیش اومد که مثلا انتخاب کنم برم سربازی. یه روزی یکی از اون جناب سرهنگایی که اونجا بودن و من گفتن که میای کلی هم بهت خوش میگذره کلی هم تجربه پیدا میکنی بعدن میگی که حیف که اون دو سه سال رو دیر اومدم از این حرفا. و واقعا هم برام همچین اتفاق افتاد. یعنی انقدر حال خوب و آدم و برخوردهای خوب و روزای سخت گذروندم و نمیگم نگذروندم. خیلی روزای سختی رو گذروندم ولی همش دلپذیره و الان خیلی سرم بالاست که میگم من سربازی رفتم. یعنی خیلی سربلندم. به خودم افتخار میکنم که سربازی رفتم تلاش کردم برای کشورم و میتونستم شاید مثلا نمیدونم یه سال دو سال شیش ماه به هر شکلی قانون بیاد ازش استفاده کنم. وایسادم آقا سربازیمون رفتم سربلندم تو این بخش شد. خب خداش منم خب اون تایم همش تیم ملی جوانان و امید تو اردو بودیم زیاد نمیشد. حالا خب تیم ملی امیدمون اوضاعش خرابه دیگه ها. یه خوره سخت شده دعوا و البته شما یکی از حذف کنندگان تیم ملی یعنی تنها حذف کننده تیم ملی امیدی. یه سال به خاطر آقا کمال تیم ملی امیدمون کلا هست. ممنونم خواستم از اینجا ازت تشکر کنم. تو دلمون مونده بود. تشکر. اوضاع تیم ملی امید خب رصد میکنیم دورا دور رصد میکنم. الان خب آخرین خبری که دارم آقای سیلی شدن سرمربی. امیدوارم که موفق باشن و ایشالله که بتونن صعود کنن به المپیک. حالا خب تیم خیلی خوبی هم دارن. اکثر بازیکناشون لیگ برتر بازی میکنن. سه چهار تا لژیونر خوب هم دارن.
انشالله که اونا اضافه شن و اردوهای خیلی خوبی پشت سر بذارن و امیدوارم که صعود کنن به المپیک. ایشالله که صعود کنن به المپیک و ما هم پوزشو بدیم. و واقعا این همه ساله که نتونسته تیممون بره المپیک، حالا کلا تیم ملی امید اصلا شرایطش خیلی فرق میکنه، مثل بچه سر راهیه. چون به هر حال هم سازمان وزارت ورزش باید حمایتش کنه، هم خود تیم ملی یعنی فدراسیون یه ذره مثلا این بر میگن اونا حمایت میکنن، اونا میگن این بر حمایت میکنن و یه ذره باشگاه ها اذیت میکنن، بازیکناشون رو به موقع نمیدن. اینا همه باعث میشه که خب یه برنامه ریزی خوبی واسه تیم ملی امید نذارن و این نتایج رو نگیرن. ولی خب امیدوارم که این سری برنامه ریزی خوب بکنن، بازی تدارکاتی خیلی خوب واسه شون بزنن که بتونن نتیجه بگیرن. خب آقا کمال، یه خورده بریم سراغ سالای قبل. چی شو فوتبالیست شدیم؟ خب من دوم راهنمایی بود به خاطر مشکلات زیادی که داشتم. من درسمو ول کردم کلا دوم راه رفتم سر کار. تو محله اون یه جا بود، پمپ سازی بود، پمپای ماشینای مثلا خاور، مینی بوس، اینا رو میشستن تعمیر میکردن. بعد حلوش دو سه ما رفتم اونجا کار کردم و بعد یه روز اتفاقی، چون استاکارمون مثلا خونش دور بود نسبت به خونه ما، در مغازه رو من باز میکردم. یه روز خواب موندم، دیر رفتم. بعد اومدم دیدم پشت مغازه وایستادن و اینو، گفت چه دیر اومدی؟ گفتم دیگه چی بگم، گفتم دلم درد میکرد دیگه دیر شد و اینو. بعدش من سر کارم زیاد کار آنچنانی نداشتیم، بهم گفت برو خونه استراحت کن. همین که اومدم خونه یکی دو ساعت بعد دوستان گفتن که آره باشگاه پاس داره تست میگیره. بعد اون موقع مثلا ما تازه محلمون مثلا یه بارم بیرون در نیومده بودیم، سن اون کم بود، همش محل بودیم. بعد دیگه با بچه ها یه ماشین گرفتیم اومدیم اکباتان باشگاه پاس. اومدم اونجا تست دادم، سه چهار نفر دریبل کردم. یکی هم مربیاشون بهم گفت متولد چندی، تاریخ تولدم پرسید، شماره تلفن ازم گرفت. اون موقع اینطوری نبود که مثلا بگن که فردا بیا سر تمرین، شماره تلفن میگرفتم گفتن زنگ بزنی. بعد اومدیم تو محل، ما یه بچه محل داشتیم اون تو فجر سپاه تهران پایه بازی میکرد. اومدم داستان واسش تعریف کردم، گفتم اینطوری شد مربی هم من خوشش اومد و اینا. همون سال فجر سپاه کلا پایه‌ها رو داده بودم به پاس تهران، یعنی سرمربیشون آقای مهدی احمدپور کل پایه‌های پاس تهران رو گرفته بود. این دوستم بچه من اون رب بهش گفت، گفت آره بگو بیاد سر تمرین. دیگه تو این تایمی هم که من سر کار میرفتم به اوستام گفته بودم که دیگه هفته ای سه جلسه اسمم رو نوشتم باشگاه بدنسازی، اگه اجازه بدید من برم. دیگه خدا رو شکر همه چی دست به دست هم داد، این اتفاق افتاد که دیگه رفتم پاس. همون سال تیم ملی نونهالان دعوت شدم، آقای گل لیگ تهران شدم. من پستم هم فوروارد بود. دیگه پنج سال پاس تهران بودم تا جوانان، هر سالم آقای گل می شدم و یه سری آدم های خوب، یه سری اتفاق افتاد که اینا رو گذاشتن جلوی راه من و تونستم پیشرفت کنم. و دوباره سال بعدش هم انقدر به مادرم، چون تمرین اون بعد از او بود، انقدر به مادرم استاد کردن رفت دوباره تو آموزش پرورش معلمون اسم من رو نوشتن واسه مدرسه. و بعد کارم میکردی همزمان بود؟ آره دیگه دقیقا همینطوری بود تا یک سال اول. بعد دیگه هرچی جلوتر میرفتم، خب مربیون اومد بهم گفتش که حتی کتونی استوک نداشتم بگیرم و این کتونی استوک هم آقای مهدی احمدپور گرفت. این استوک کوپا آلمانیا سه خطا با کتونی تأسف توش هم بازی میکردم، اومد بهم گفتش که چرا استوک نداری؟ چون موقع همه مثلا بچه ها ما موقعشون میمدن سر تمرین و اینا. گفتم که خب نمیدونم از اینا باید کجا بگیرم، اینطوری بهش گفتم. جلسه بعدش یه استوک واسه من گرفت، گفت دیگه این بعد اینا رو پات کن. دیگه خیلی مشتاق شده بودم میرفتم همه رو، دیگه واقعا دیدم که میتونم تو فوتبال پیشرفت کنم. دیگه سرکار رو بری کردم و
دم شما گرم. مرسی. بعد خدافظی کنیم. این هدیه برنامه مسابقه‌مون. خیلی ممنون. این هدیه رو تقدیم شما کنم. این مرسی. برای اینکه لیوان یه بار مصرف نکنین، اینم با پلاستیک مشمع اینا نرین خرید، با این برین خرید. خیلی ممنون. خیلی مخلصیم. ممنونم. حالا اینو بعدم میدم، حالا نگران نباشید. همینجوری دستش تا مال دست آوردم جلو. عجب آدمی. امروز ما رو اذیت کرد. مواظبت آخر هفتهتون دلپذیر. خدافظ. مرسی.